به به، سلام دوستان گلم، امیدوارم روز خوبی رو داشته باشید. براتون پیش اومده که مثلا چند ساعتی خونه نیستید، بعد وقتی برمیگردید میبینید که مهمون اومده و بچه مهمون رفته سراغ کنسولتون، روشنش کرده، وارد اکانتتون شده، قشنگ رفته تمام ذخیره بازی ها رو حذف کرده و اصلا نابود کرده، کنسول رو کلا نیست و نابود کرده و اصلا هیچی سر جای قبلی خودش نیست. خب اینو چجوری ازش جلوگیری کنیم؟ خب میتونیم، چند روش هست که من توی این ویدیو فقط یه دونه روش رو میگم، اونم گذاشتن پسکیه. پسکی چیه؟ پسکی کد عبوره. نمیدونم توی پادگان ها توجه کردی، توی فیلم ها مثلا وقتی سرباز میاد به پادگان یا وارد ارتش میشه ازش میپرسن خب کد عبور چیه، میگه مثلا شرق و غرب نابود است، مثلا جمله عبور اینه و اجازه میدن که سرباز بیاد تو. اینم اینجوریه، یه چیزی داریم به اسم پسکی که وقتی میخوای وارد اکانت بشی یه چیزی ازت میپرسه یا یه کدی میخواد که میتونی این کد رو وارد کنی و وارد اکانتت بشی. یه جوری میتونیم بگیم یه نوع رمز دیگه. اینو چجوری باید بذاریم؟ create my پسکی میزنیم. پس اول وارد تنظیمات میشیم، تو قسمت اکانت ساین این سکیوریتی اند پسکی اینو میزنیم، اینجا نوشته create my پسکی، اینم بازم میزنیم. توجه کنید که میتونید توی ساختن این رمز 4 تا دیپد، 4 تا دکمه بامبر و تریگر، این 4 تا، خب به علاوه وای و ایکس، پس میتونیم 4 تا از این دکمه ها و 4 تا دیپد و ایکس و وای رو استفاده کنیم. پس نمیتونیم بی و ای رو استفاده کنیم، ایکس و وای، 4 تا دکمه و 4 تا دیپد. خب الان من رمزم رو این میذارم LT RT LB RB LT RT. خب بازم میگی رمز رو دوباره وارد کن، LB ببخشید LT RT LB RB LT RT اینو میزنیم و الان کد ما تشکیل شد. حالا باید یه تغییر دیگه ای هم بدیم تا هر وقت که وارد اکانتمون شدیم از ما این کد رو بخواد. الان اگه بریم وارد اکانتمون بشیم از ما کدی نمیخواد، ما فقط کد رو ساختیم ولی خب به دستگاه دستور ندادیم که براش تعریف نکردیم که از ما کد بخواد. خب همینجوری که الان دیدید وارد اکانتم شدم و هیچ گونه کدی از من نخواست، پس باید برم اکانت ساین این سکیوریتی اند پسکی. خب اکانت خودم رو انتخاب میکنم، از من هیچ کدی نخواستی دیگه خودتون. پس میریم توی قسمت ساین این سکیوریتی اند این چینج مای ساین این اند سکیوریتی پریفرنسز، اینو باید بزنیم، وسطی رو انتخاب کنیم. پس کاری که ما باید از اول میکردیم اینه که ساین این اینو پسکی رو گذاشتیم، خب بعد باید اینم تغییر بدیم به وسطی، باید حتما وسطی رو بزنیم. پس فهمیدی چی شد؟ خیلی ساده است. اول وارد قسمت اکاونت سکیوریتی هم پسکی میشیم، اینجا بذار رمز خودم رو وارد کنم، اینجا یه دونه کرییت میکنیم، رمز رو درست میکنیم، بعدش میایم اینو میذاریم رو وسطی. خیلی خیلی ساده است. الان میریم امتحان میکنیم ببینیم از ما رمز میخواد یا نه. اول اکانتم رو ساین اوت میکنم، میخوام امتحانش کنم، وارد اکانتم میشم، بله ببینید رمز خواسته، میگه رمز رو بگو تا من اجازه بدم بری توی این اکانت. خب من رمز رو میزنم، رمز رو میزنم و دسترسی من به اکانت خودم باز میشه و هر کسی که این رمز رو بدونه میتونه وارد اکانتم بشه. پس دیگه اینجوری هر کسی که دلش خواست نمیتونه با اکانت من یا شما که براش تعریف کردید بازی کنه. میتونی یه کار دیگه هم میتونید بکنید بچه ها. مثلا ما خودمون یه فامیل داریم که تقریبا یه هفته دو هفته یه بار میاد خونه ما. خب میتونم یه اکانت مخصوص اون درست کنم، مثلا اسمشو بذارم مهمان یا چه میدونم هر چیزی که خودتون دلتون میخواد بذارید روش. این اکانت رو بذارم که هر وقت اون اومد بره تو اون اکانت بازی کنه، دیگه هر بار لازم نباشه با اکانت من بازی کنه. بهش یاد بدید بگید این اکانت مثلا این یکی مال توه، با این وارد اکانتم با این وارد کنسول شو و
بازی کن فرزن میگم، این اکانت رو بزنه و وارد کنسول بشه و باش بازی کنه. این کارم میتونید بکنید، مثلا یه اکانت مهمان درست کنید. بعضی ها میگن خب این گست چیه؟ اینجا نوشته اد گست، این موقتیه بچه ها، اینو اصلا کار نداشته باشید. این مثلا من میخوام 4 نفر فیفا بازی کنیم، من 3 تا اکانت اینجا دارم، سری اد گست میزنم، خیلی سری یه اکانت موقتی برام درست میکنه، میتونم 4 تا دسته بهش وصل کنم و سری یا مورتال کمبت یا فیفا رو بازی کنم یا PS. ولی اگه که اینجوریه، شما فکر میکنید که هر لحظه ممکنه بچه فامیل بیاد دستکاری کنه کنسول شما رو، این راه کارهایی که گفتم خیلی کار آمده. خب بچه، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده لایک کنید، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. توی ویدیو بعدی در مورد همین قسمت از سیکیوریتی توی پلیستیشن هم ویدیو آپلود میکنم که دارندگان پلی‌استیشن و کاربرانش بتونن استفاده بکنن. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.